بتونید یک روز در لس آنجلس 30,000 نفر 50,000 نفر، یک روز در واشنگتن، یک روز در لندن، یک روز در پاریس، یک روز در کانادا جمع بشید، یا در یک روز مشترک نزدیک به 500,000 ایرانی در سراسر دنیا فریاد مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ رو این عزیزان تیتیش مامانی نازنازی فرهیخته فرنگ زندگی کن دوست ندارن. آزادی، آزادی، فریدام رو سر دادن چرا نمی کند؟ بشینیم 20 سال دیگه راجع به حقوق بشر صحبت کنیم، بشینیم 20 سال دیگه ایمیل و فکس به تشکیلات نهادهای حقوق بشری بفرستیم، بشینیم 20 سال دیگه به سازمان ملل التماس کنیم که به ما بیشتر اتنشن نشون بده، ما رو بیشتر ببی حرفامون رو گوش بکنه. به کجا میرسه؟ آقا کشور ما یک گاو شیرده یه که همه دارن شیرش رو میخورن غیر از مردم ایران، رو چه حساب بیان از این گاو شیرده دست بردارن؟ به خاطر حقوق من، به خاطر حقوق تو؟ هرگز این کار رو نمی کنن. تا زمانی که من و تو حقوق خودمون رو نخواهیم بگیریم نگاه هم به ما نمی کنن. تظاهرات در خارج از کشور باید 200 نفری، 300 نفری، 400 نفری باشه. تمام این حساب رسانه ها میرن در اون تظاهرات اگر پاش پیش بیاد، ولی اگر بدونن 2000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفره نمیرن، چون نمیخوان عکسشون، فیلمشون دیده بشه. در سالن های 50 60 نفری کنفرانس و میتینگ و هزار جور حق بازی میگذارند، ولی یک جنبش، یک نهاد، یک نماد، یک تشکیلات سیاسی وقتی در یک هتلی به اصطلاح مراسمی رو برقرار میکنه، 20 تا میز بزرگ، هر میزی رو میشه 20 نفر نشون، 3 نفر نشستن، این میشه بزرگترین کار سیاسی که کردم. بعد از 30 سال گریه آور نیست؟ یک آقایی به من پریروز از تورانتو بود، ونکوور بود، زنگ زد، اشک میریخت، میگفت در یکی از این تظاهراتی که یکی از تلویزیون های لس آنجلسی یک روز قبرستان قرار بوده برای شهدا برن چی برن، برادر من رو گرفتن 36 سالشه، 5 میلیون تومان ازش پول گرفتن برای جریمه، 37 ضربه شلاق بهش دادن، یک سال هم بهش زندانی دادن. اشک میریخ مثل ابر بهار. تظاهرات در درون ایران زیر 2-3 میلیون نفر یعنی به نفع حکومت اسلامی، تظاهرات در خارج از کشور زیر 10,000 نفر به نفع حکومت اسلامی. به چه زبانی این رو من باید به شما بگم؟ تا زمانی که ما نتونیم گرد همایی های چند 10,000 نفری در خارج از کشور بعد از 30 سال به وجود بیاریم، ما داریم به حکومت اسلامی خدمت میکنیم و به مردممون خیانت. تمام سازمان های ریز و درشت سیاسی، خصوصا سازمان های طرفدار نظام پادشاهی از سعید چکویی متنفرن، میگن چرا این اندیشه و رویا و خواب ما رو داری بهش بی احترامی میکنی؟ آقا بذار ما در همین رویا بمانیم، ما 30 سال مبارزه کردیم. خب درود به شرفت، کجا ایستادی؟ ما تا نتوانیم رسانه های گروهی رو، اونهایی که ادعا میکنن سیاسی هستن، اونهایی که حتی از ترس حکومت اسلامی به خاطر امدادهای غیبیش میگن سیاسی نیستیم، براندازی هم نمیخوایم، خشونت هم نمیخوایم، در همین سطحی که بتونیم 10-15-20 سال آینده یک تغییرات نسبی ایجاد بدیم رضایت داریم. بعد از 30 سال این حرفا رو آدم باید بزنه. من نمیدونم، شاید اونها سیاست مدارن، من بلد، من نمیفهمم. دو تا سه تا تلویزیون، تلویزیون کانال یک، تلویزیون پارس، تلویزیون آریامر، چرا نمی آیند یک سیاست مشترک اتخاذ بکنند که اولین هدفشون در درون ایران دانشجوهای ما، زنای ما، کارگران ما بدون کمک ما دارن کارشون رو میکنن، یک ذره به ماها اعتماد و اطمینان ندارن، چون 30 سال جز حق بازی، جز کلک، جز پروژه سازی، جز اینها رو بی اعتماد کردن، جز اینها رو تحقیر کردن، اونها رو تحقیر کردن، جز عدم اعتماد بهشون دادن کار دیگری این رسانه ها نکردن. زمانی اونها به ما
اعتقاد میارند، پیدا میکنند، زمانی اونها به ما بها میدن که ما بتوانیم خودمون در مهد تمدن دنیا در کشورهای پیشرفته ای که زندگی میکنیم بتونیم از این 1.2 میلیونی که در آمریکا زندگی میکنن 1 میلیون نفر 5% دور هم جمع بکنیم بتونیم تو خیابونها بیاریم. آیا حرفی که من میزنم عقلانی نیست؟ آیا حرفی که من دارم میزنم غلطه؟ آیا در بررسی کارشناسانه 30 سال گذشته رسانه هامون، احزابمون، سازمانه های سیاسیمون، مبارزان وطن پرستمون این حرفایی که من دارم میزنم غیر از اینه که ما آب در هاون کوبیدیم و به نفع رژیم اسلامی کار کردیم؟ تا زمانی که ما یک تشکیلات سیاسی واحد، حتما هم نباید طرفداران نظام پادشاهی درش باشند، هر آن کس که آزادی ایران رو میخواد، آزادی و مساوات زن ایرانی با مرد ایرانی رو میخواد، جدایی دین از حکومت رو میخواد، حالا سکولاریسم میگین، لایتیسه میگین، هر چی میگین، جدایی دین مذهب از ساختارهای حکومتی رو میخواد، یک رژیم حکومت پارلمانی به معنای واقعی کلمه میخواد، چه پادشاهی چه جمهوری، بیان زیر این چتر. تا این درست نشه و نمیگذارن درست بشه، ما باید خودمون این کار رو بکنیم. تا این چند تا رسانه‌ای که مردم میبیننشون دور هم جمع نشن، یک تصمیمی رو که منجر به همون یونیتی، به همون یک راه رو رفتن رو انتخاب بکنند، و اونها هم نمیتونن این ریسک رو بکنن. تلویزیونی که داره نزدیک به 200,000 دلار بودجه ماهانه مخفیانه میگیره که یک سری اهدافی رو که اونهایی که اون پول رو دارن میدن پیش ببره، تلویزیون دیگری که به هزار نحو به انواع و اقسام مختلف به نزدیک برابر پول میاد که یک سیستم خاصی رو پیش ببره، اینها باید مطمئن باشن به خودی خودشون گارانتی بخوان تا بخوان بیان یک کار متفاوتی رو که در 30 سال گذشته انجام شده انجام بدن. همه ی رسانه هایی که مثل تلویزیون آریامر نیستن که با 20 دلار و 50 دلار و 100 دلار و 500 دلار و 1000 دلار شما 8 ماه رو پای خودش ایستاده باشه. 8 ماه گذشته شما نگاه کنید، ما 7-8 تا آگهی گرفتیم، یکی از یکی تمیزتر، یکی از یکی زیباتر، شخصیت هایی که صاحبان این آگهی ها هستند. ببینید اینها چه انسان های، چه شخصیت های ممتاز و برجسته ای هستند. دونه دونه دارن میان جلو. مردمی که این رسانه رو نگه داشتن، نه شیله ای نه پیله ای، از روز اول یه رسانه اومده خودش رو غیر انتفاعی ثبت کرده و به دنبال کاسبی و درآمد و پول در آوردن هم نیست. 1001 آفر و پیشنهاد هم بهش شده که از این خط خارج بشه و بره تو خط اونهای دیگه ای که 30 سال رژیم اسلامی رو خواسته و ناخواسته نگه داشتن، نکرده، رو خط شرف ایستاده. یه ذره فکر کنید، 5 دقیقه فکر کنید که آقای سعید زکویی حرفی که داره میزنه بابا راست میگه. چرا هیچ کدوم اینا نمیان دستای همدیگر رو بگیرند و با سازمانهای سیاسی که خواهان براندازی و سرنگونی این رژیم دست نشانده و اشغالگر هستن، اینهایی که در برون مرز بغل دستشون دارن زندگی میکنن رو دور هم جمع بکنن؟ چرا؟ برای اینکه روزی که تو یک تظاهرات 30-40-50 هزار نفری در لس آنجلس یک مثلا شنبه یک شنبه 2 روز در خیابان ها بودی، این رژیم پایه های تضعیف شده و ستون های نااستوارش فرو میریزه. ولی نه 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 نه، همون پروژه های 6 ماهه 1 ساله 2 ساله مردم رو سرگرم کردن، مردم رو در ایران بی اعتماد کردن، یه سری بچه های وطن پرست رو در دام انداختن، از احساساتشون سوء استفاده کردن، حالا تازه بریم مردم بی نوای گرسنه بدبخت رو بهشون بگیم از درون ایران 5,000 تومن 10,000 تومن 15,000 تومن برای ما بفرستید و از این گونه مسائل.